از میان زندان‌های حکومت پهلوی در تهران، اگرچه زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری مخوف‌ترین زندان به شمار می‌رفت، اما زندان‌های دیگری نیز وجود داشتند که انواع شکنجه‌ها با شوک برقی، شلاق زدن به بدن، سوزاندن با فندک و سیگار، کشیدن ناخن‌ها و غیره نیز در آنها متداول بود. زندان‌های قصر، شهربانی، قزلقلعه، اوین و زندان پادگان‌های عشرت‌آباد و جمشیدیه تنها گوشه‌ای از زندان‌های رسمی رژیم در پایتخت بودند که در آن زندانیان سیاسی با انواع شکنجه‌ها و آزارهای روحی و جسمی مواجه می‌شدند. در کنار اوضاع نابسامان برخورد مأمورین ساواک و شهربانی با زندانیان سیاسی، اوضاع اجتماعی زندان‌ها نیز تعریف چندانی نداشت. احمد احمد، مبارز انقلابی زمان پهلوی، تنها در یک نمونه وضعیت تراکم جمعیت در زندان قزلقلعه را تا آن حد آزاردهنده توصیف می‌کند که در حمام زندان 120 نفر همچون شیرینی‌های چیده شده در جعبه کنار هم ایستاده می‌خوابیدند. توصیفات زندان قصر نیز دست کمی از وضعیت زندان قزلقلعه و سایر زندان‌ها نداشت.